در این درس آموزش گرامر زبان انگلیسی و تدریس زمان حال ساده یعنی Simple Present Tense می‌پردازم. زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمانها در زبان انگلیسی است. اگر می‌خواهید به صورت کامل و با جزئیات با این موضوع آشنا شوید، ویدیو را تا آخر ببینید. سلام، شگفت شریفی هستم با چنل Easy Learning. خوش آمدید. در این درس ابتدا با کاربردهای زمان حال ساده و در ادامه با ساختارهای این زمان آشنا خواهیم شد. دوستان عزیز، در مجموع زمان حال ساده دو تا کاربرد داره. کاربرد اول، از زمان حال ساده برای بیان کارهایی که از روی عادت و به صورت مداوم هر روز اتفاق میفتد استفاده میکنیم. مثلا The cafe opens at 7:30 in the morning. یعنی قهوه خانه ساعت 7:30 صبح باز میشه. به این معنا که قهوه خانه همیشه ساعت 7:30 باز میشه و این عمل به صورت مداوم و هر روز از روی عادت تکرار میشه. یا مثال دوم، I always go to work by car. من همیشه با موتر سر کار میرم. یعنی من این عمل را هر روز از روی عادت تکرار میکنم و هیچگاه پیاده سر کار نمیرم. یا مثلا مثال های دیگری مثل I go shopping every Sunday، یعنی من هر یک شنبه برای خریداری میرم و این عادتم شده که هر یک شنبه این عمل را من به صورت مداوم انجام میدم. کاربرد دوم این زمان صحبت در مورد حقایق است. مثلا I'm a teacher. من یک استاد هستم. یک حقیقت است. یا The human body has 206 bones. بدن انسان دارای 206 استخوان است. خب این یک حقیقت است. مثلا مثالای دیگه مثل میتونیم بگویم The earth is round. زمین گرده. The sun is a star. خورشید یک ستاره است. پس اینا حقایق هست که در هر جای دنیا همه برش باور داره و در گذشته هم زمین گرد بوده، حالا هم گرد است و در آینده هم این حقیقت تغییر نمی کنه. یا مثلا اینکه که بدن انسان دارای 206 استخوان است، این هم یک حقیقتیه که هم در گذشته وجود داره، هم در حال وجود داره و همی که در آینده این حقیقت تغییر نخواهد کرد. پس برای صحبت در مورد حقایق ما میتونیم از simple present tense یا زمان حال ساده استفاده کنیم. حالا که با کاربرد زمان حال ساده آشنا شدیم، بیاید ببینیم که چطور میتونیم این زمان را بسازیم یا ساختار جمله در این زمان به چه نحو است. برای ساختن زمان حال ساده ما نیاز به یک verb یعنی فعل و یک subject یعنی فاعل داریم. سابجکت های ما میتونن I، من، we، ما، you، شما، they، آنها، he، او مرد، she، او زن، it، آن حیوان یا آن بیجان باشد. و بعد از سابجکت ما نیاز به یک فعل داریم که البته فعل ما باید حالت اصلی یا شکل اصلی خود داشته باشه، مثل play، بازی کردن، eat، خوردن، drink، نوشیدن، do، انجام دادن، read، خواندن، write، نوشتن و هر ورب دیگه میتونه باشه. و بعد از فعل هم rest of the sentence یا باقی مانده جمله میایه که نظر به فعل متفاوت است. حالا بیاید با هم چند مثال در این ارتباط ببینیم. مثال اول، I go to school. من به مکتب میروم. اگر متوجه شده باشید I subject و go verb ماست که حالت اصلی خود حفظ کرده و باقی مانده جمله to school. They eat lunch at 2 p.m. every day. آنها هر روز ساعت 2 نان چاشتشان هم میخورن. They subject eat هم حالت اول فعلم. He washes the car. او موتر را می شوید. He subject و washes هم verb یا فعل ما. She drinks water. She subject و drink هم فعل ما. اگر دقت کرده باشید در دو مثال آخر در آخر فعل اس و ای اس اضافه شده.
در ادامه به این موضوع که چرا اس یا ای اس بعد از فعل اضافه میشن میپردازیم. دوست عزیز، در زمان حال ساده با سوم شخص مفرد یعنی هی، شی، ایت در آخر شکل اصلی فعل اس یا ای اس اضافه میشن. اکثر فعل هایی که با سوم شخص مفرد میایند تنها اس میگیرن. ماننده Bob reads book every night. Bob سوم شخص مفرد ماست و فعل که همراهش آمده در آخرش چی گرفته؟ S. یعنی که Bob هر شب کتاب میخونه. She drinks coffee every morning. او هر صبح قهوه مینوشد. یا او خانم هر صبح قهوه مینوشد که در اینجا she سوم شخص مفرد ماست و verb که همراهش میاید اس گرفته. He starts work at 8 a.m. او آقا ساعت 8 کار را شروع می کند. پس he سوم شخص مفرد است که ورب کمراش می آید اس گرفته. It needs a lot of work. It needs a lot of works. این کار زیادی می خواهد. She lives in London. She lives in London. او خانم در لندن زندگی می کند. اما دوست عزیز، فعل هایی که با ch, sh, s, o, x, z ختم میشن در آخرشان es میگیرن. مثل he watches tv، او مرد تلویزیون تماشا میکنند. ببینین در آخر فعل watch آمده ch، ch با ch ختم شده، بنابراین ما es اضافه میکنیم. یعنی در این صورت شما فقط اس اضافه کرده نمیتونین، باید ای اس اضافه کنین. She brushes her teeth. او دندانهایش را مسواک میکنند. ببینین brush داخلش چی آمده؟ sh. بنابراین ما ای اس اضافه میکنیم. It crosses the road. آن حیوان از سرک عبور میکند. در اینجا هم cross با double s ختم شده که ما در آخرش چی اضافه میکنیم؟ ES. She goes to school. She goes to school. در اینجا ورب ما با او ختم شده و ما در ادامه ES اضافه میکنیم به فعل اصلی خود. He fixes the door. فعل ما با X ختم شده، بنابراین در آخرش ES اضافه میکنیم. Fixes. The bee buzzes around the flowers. یعنی زنبور دور گل وزوز می کند. بعض ببینین با زی یا دبل زی ختم شده که ما داخلش ای اس اضافه می کنیم. اما افعالی که با وای ختم میشن، این که اس میگیرن یا ای اس بستگی به حرف قبل از وای دارد. یعنی در صورتی که قبل از وای حرف بی صدا داشته باشیم، یعنی کانسوننت داشته باشیم، به این صورت ای اس میگیرن و وای تبدیل به آی میشه. ولی اگر قبل از وای یک حرف صدادار یا واول داشته باشیم، فعل فقط اس میگیرد در آخرش. مثل He tries very hard. ببینین He tries very hard حالت اصلی فعل ما try بوده. اگر دیده باشین try در داخل ای دایره زرد رنگه، try بوده که با وای ختم شده، اما ما قبل از وای یک حرف بی صدا داریم. حرف بی صدای ما چیه؟ آر. چون حرف بی صدا داریم قبل از وای، بنابراین وای تبدیل به آی میشه. تبدیل به آی شده، ببینین تبدیل به آی شده و بعد از آی ما ای اس اضافه میکنیم. ولی جمله دوم دقت کنین، شی پلیز اوری دی. در اینجا درسته که ورب ما با وای ختم شده، اما ما قبل از وای یک حرف با صدا داریم، یک واول لتر داریم. در این صورت چون واول لتر داریم، فقط ورب ما اس میگیره و نیاز به تغییرات دیگری نیست. فقط شما اس اضافه میکنین در حالت اصلی فعل. اگر تا اینجا درس برایتان مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید تا به دست افرادی بیشتری برسد. و تفاوت بین دو جمله دقت کنید. در جمله اول چون فاعل I, you, we و they هست، ورب ما حالت اصلی خود را حفظ کرده و s و es داخلش
وجود نداره. ولی در جمله دوم چون فاعل سوم شخص مفرد است یعنی شی، هی و ایت هست، بنابراین در آخر فعل ما اس اضافه شده. She eats lunch at 2 p.m. every day. همیشه ما در مورد یک کار یا یک عمل گپ نمیزنیم. خیلی وقتا در مورد یک حالت، یک موقعیت یا موجودیت چیزی گپ میزنیم که در این صورت ما نیاز به افعال بودن پیدا میکنیم یا to be verbs. To be verbs یا افعال بودن افعال بی‌قاعده هستند که نظر به ضمیری که همراهشان میآید شکلشان تغییر میکنند. برای زمان حال ساده بی وربس یا تو بی ورب های ما سه شکل متفاوت به خود می گیرد که عبارتن از ام، آر و از، که اگر ضمیر ما آی باشه همراهش ام، اگر ضمیر ما یو، وی و دی باشه همراهش آر، و اگر ضمیر سوم شخص مفرد مثل شی، هی، ایت باشه همراهش از استفاده می شه. I am happy، من خوشحالم. You, we, they are happy. شما، ما و آنها خوشحال هستند. She, he, it is happy. او خانم یا او مرد یا او حیوان خوشحال هست. چنان که میبینین در این جمله to be verbs در مورد حالت فاعل صحبت میکند و نشان میدهد که فاعل در چه حالتی قرار دارد. حالا بیایید به چند مثال دیگر در این ارتباط بپردازیم. I am 25 years old. من 25 ساله هستم. She is a student. او شاگرد است یا او خانم شاگرد است. They are teachers. آنها معلمند. We are busy. ما مصروف هستیم. You are smart. شما باهوش هستیم. چنان که میبینین نظر به ضمیری که ما استفاده کردیم to be verb های ما متفاوت شد، یعنی همراه I am استفاده کردیم، همراه سوم شخص مفرد is استفاده کردیم، همراه they, we و you هم از to be verb are استفاده کردیم. ما میتونیم در نوشتار و صحبت خود از حالت construction form یا حالت کوتاه شده و اختصاری هم استفاده کنیم. مثلا حالت کوتاه شده I am میشه I'm 25 years old. حالت کوتاه شده she is میشه she's a student. حالت کوتاه شده they are میشه their teachers. حالت کوتاه شده we are میشه we're. حالت کوتاه شده you are میشه you're. برای حمایت از ما لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. یکی دیگر از فعل‌های خیلی پرکاربرد برای زمان حال ساده فعل have و has است که به معنای داشتن می باشد. فعل have و has برای ضمایر مختلف حالت‌های مختلفی به خود می گیرد. یعنی اگر فاعل ما they, we, you و I باشه به این صورت ما از have، و اگر فاعل ما سوم شخص مفرد یعنی she, he و it باشد از has استفاده می کنیم. مثل I, you, we, they have a red sharpener یا she, he, it has a red sharpener. Sharpener به معنای تراشکن یا پنسل تراش. حالا به مثال های have و has برای زمان حال ساده دقت کنید. She has a car. او خانم یک موتر دارد. You have a sister. تو یک خواهر داری. They have the same dress. آنها لباس یکسان دارند. We have new house. ما خانه نو داریم. Mary has a bad headache. Mary یک سردرد بدی دارد. پس همانطور که میبینین have و has به معنای داشتن میباشه و این نظر به ضمایری که همراهش استفاده میشه تغییر میکنه شکلش. برای سوم شخص مفرد از has و برای سایر subject ها ما از have استفاده میکنیم. ساختن جمله منفی در زمان حال ساده. ما برای زمان حال ساده چطور میتونیم جمله منفی بسازیم یا ساختار جمله منفی چگونه است؟
دوست عزیز، اگر فعل جمله بی وربس باشه، به این صورت ما برای منفی ساختن جمله مثبت بعد از فعل بی کلمه not را اضافه میکنیم. مثلا I am not a doctor. ببینین فعل جمله ما بی ورب هست، یعنی ایم هست، بنابراین ما بعد از فعل بی کلمه not را اضافه میکنیم که جمله مثبت ما به منفی تبدیل شد. یا he she is not a doctor. او خانم یا او آقا دکتر نیست. Is not a doctor. Is. و it is not a chair. It is not a chair. You, we, they are not doctors. آنها دکتر نیستن. همانطور که میبینین بعد از to be verb های ما کلمه not را اضافه کرد. Is not و are not دو شکل اختصاری یا کوتاه شده دارن. شکل اولش شکل کوتاه شده فاعل و فعل است. Subject و verb را کوتاه میکنه. مثلا he is تبدیل میشه به he is. He subject ماست و is verb ما، بنابراین حالت اختصاری بین این دوتا میشه he is. He's not a doctor. حالا شکل دوم شکل کوتاه شده فعل و کلمه not هست. مثل isn't. Isn't. ببینین فعل ما is هست و کلمه not مختصر شده. Isn't. Is not نمیگیم. Isn't. He isn't a doctor. They are not American که در ابتدا ما حالت اختصاری بین subject و verb را داریم. They are شده they are not American. و حالت دومش ما بین فعل و کلمه not داریم. They aren't American. You're not a teacher. You aren't a teacher. I'm not a student. ببینید در قسمت I دوست عزیز که ما فقط حالت اختصاری بین subject و verb را داریم، یعنی بین subject و verb am ما میتونیم حالت اختصاری داشته باشیم که I am تبدیل میشه به I am. I'm not a student. اما بین verb و کلمه not ما اختصاری نداریم، یعنی گفته نمیتونیم amint. Amint اشتباه هست، پس ما حالت اختصاری subject و verb فقط در این صورت داریم. پس اگر ضمیر ما I باشه، بنابراین فقط یک حالت اختصاری داریم که او بین subject و verb است، یعنی بین verb و کلمه not ما حالت اختصاری نداریم. اگر فعل جمله ما بی نباشد برای منفی کردن جمله باید چیکار کنیم؟ در چنین جملاتی که ما to be verb نداریم، ما نیاز به افعال کمکی پیدا میکنیم. فعل های کمکی ما do not و does not هست برای زمان حال ساده. حالا ای که do not در کجا استفاده میشه و does not در کجا استفاده میشه، این نظر به subject ما متغیر است، یعنی نظر به فاعل که استفاده میکنیم فرق میکنه. اگر فاعل ما سوم شخص مفرد باشه مثل he, she, it، ما از does not استفاده میکنیم. اما اگر فاعل ما you, we, they و I باشن، ما از do not استفاده میکنیم. مثل he, she or it does not work outside یا we, you, they, I do not work outside. چنان که میبینین verb ما اصلا s یا es نگرفته. ما قبلا توضیح داده بودیم که زمانی که فاعل شما سوم شخص مفرد باشه وربتان اس یا ای اس میگیره، اما در جملات منفی این قاعده صدق نمیکنه، یعنی در جملات منفی حالت اصلی فعل میآید حتی اگر فاعل ما سوم شخص مفرد باشد. حالا به چند مثال در ارتباط توجه کنین. I do not watch TV. من تلویزیون نمیبینم. You do not have a computer. شما کامپیوتر ندارید. He does not live in Los Angeles. او در لس آنجلس زندگی نمی کنه. We do not have milk at home. ما در خانه شیر نداریم. She does not drink tea. او چای نمی نوشد. We don't start work at 8 a.m.
ما کار را ساعت 8 شروع نمی کنیم. It does not have a tail. این حیوان دوم ندارد. اگر توجه کرده باشید ما در دو جمله آخر as contraction form do not و does not استفاده کردیم که میشه don't و doesn't. اگر میخواهید به صورت کامل با انواع اسم آشنا شوید لطفاً ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه و در بخش دیسکریپشن میگذارم حتماً ببینید. برای ساختن جملات سوالیه برای زمان حال ساده اگر فعل جمله بی باشه ما جای ورب و سابجکت را تغییر میتیم، یعنی فعل را که همان بی ورب است را در ابتدای جمله یعنی قبل از فاعل قرار میتیم. پس به این جملات ببینین Am I Canadian؟ ببینین ما فقط جای سابجکت و ورب را تغییر دادیم، سبجکت را بردیم بعد از ورب و ورب را بردیم قبل از سبجکت. Am I Canadian? Are you, we or they Canadian? Is she or he or it Canadian? ببینین فقط جای سبجکت و ورب را ما تغییر دادیم. در جملات مثبت ابتدا سبجکت میاد بعد از او to be verb مثل you are Canadian، اما در جملات سوالیه ابتدا to be verb قرار میگیره بعد سبجکت are you Canadian و داخل هم question mark داریم. حالا بیایید به چند مثال در ارتباط دقت کنید. Am I on time؟ آیا من سر وقت رسیدم؟ Am I on the list؟ آیا من شامل لیست هستم؟ Is she your sister؟ آیا ای خانم خواهرت است؟ Is it time to play؟ آیا ای وقت بازی است؟ Are they friends؟ آیا آنها با هم دوست هستند؟ Where is the teacher؟ استاد کجاست؟ Where are the books؟ کتاب ها کجا هستند؟ اگر دقت کرده باشین دو جمله آخر با بقیه جمله ها فرق داره، چون در دو جمله سوالی آخر ما چی استفاده کردیم؟ ما از کلمات پرسشی استفاده کردیم. شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده که کلمات پرسشی چی است؟ دوست عزیز، کلمات پرسشی عبارتن از when, where, why, what و who. اینا کلمات پرسشی هستن که قبل از to be verb قرار می گیرن. قبل از to be verb قرار میگیرن و جمله سوالیه رو میسازن. حالا به اینو جمله های سوالیه سوالات اطلاعاتی میگیم، چون در جواب به این سوالات ما باید اطلاعات بدیم و مثل بقیه سوال ها نیست که فقط در جوابشان yes or no یا بله و نه خیر بگویم، بلکه باید اطلاعات بدیم. Where is the teacher؟ استاد کجاست؟ اطلاعات باید بدیم که استاد کجاست. Where are the books؟ کتاب ها کجا هستن؟ ما باید در مورد موقعیت کتاب ها اطلاعات بدیم و فقط با yes or no اینا جواب دادن نمیشن. پس در این گونه سوالات WH words یا کلمات پرسشی ما قبل از to be verb قرار میگیرن. برای ساختن جمله سوالیه با افعال غیر از be جمله با do و does شروع میشن. اگر سابجکت ما سوم شخص مفرد باشه مثل he, she, it جمله با does شروع میشه. Does he, she, it work outside؟ و اگر سابجکت ما I, you, we و they باشه جمله ما با do شروع میشه. Do you, we, they و I work outside؟ اگر دقت کرده باشین فعل ما حالت اصلی خود را حفظ میکنه. یعنی ما نیاز به اضافه کردن اس و ای اس بعد از فعل اصلی خود در صورتی که سابجکت ما هی شی و ایت باشد نداریم. پس قاعده اضافه کردن اس و ای اس فقط با جملات مثبت صدق میکنه، یعنی نه در جملات منفی و نه در جملات سوالیه ما اس و ای اس اضافه نمیکنیم. Do they live in Paris؟ آیا آنها در پاریس زندگی می کنن؟ Do you usually finish work at 4 p.m.؟ آیا تو معمولاً کار را در ساعت 4 ختم می کنی؟ Do we have a meeting؟ آیا ما جلسه داریم؟ Does Tom get up at 6 a.m.؟ آیا تام ساعت 6 صبح بیدار می شن؟ Does it have a long tail؟ آیا این حیوان دم دراز دارد؟ When does the party start؟ چه زمانی مهمانی شروع میشن؟ What do you like؟ چه دوست داری؟
اگر دقت کرده باشید در دو جمله آخر ما کلمات پرسشی when و what را داریم. در صورتی که ما کلمات پرسشی داشته باشیم اینا همیشه قبل از افعال کمکی قرار می گیرن. چه فعل ما is و are باشه و چه فعل ما do و does باشه، کلمات پرسشی همیشه قبل از اینا قرار می گیرن. تشکر دوست عزیز که تا آخر این درس با ما بودید. خدا نگهدار.